بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أرى الدنيا لمن هي في يدي أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. برادران محترم، امروز عنوان درس ما، موضوع درس ما سر یک حدیث شریف است که حدیث شریف برای ما و شما درباره خلافت اسلامی است. در حدیث شریف ما خدمتان میخوانم، باز بعد از او بهتان تشریح میکنم. وعن حذیفة ابن الیمان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت حذیفة ابن یمان رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود تکون النبوة فیکم ما شاء الله ان تکون. میگه در بین شما نبوت می باشه تا وقتی که الله جل جلاله بخواهد که امین نبوت باشه. ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها. سپس نبوت ختم میکنه هر وقتی که خواسته باشه که او نبوت برداشته شد و ختم شد. ثم تکون خلافتا على منهاج النبوه. باز خلافت می باشه بمو طریقه و منهج که انبیا بودن، باز خلافت راشده می باشه که ما و شما 4 خلیفه 5 خلیفه راشده، خلفای راشده اصلا 5 تا از در بین ما و شما 4 تا نشر شده، لکن اصلا تحقیقی که صورت گرفته 5 است. پنجمی خلفای راشدین 40 سال که دوران خلفای راشدین هست، 6 ماه اخیرش حضرت حسن رضی الله تعالی عنه است. فتکون ماشاءالله، ماشاءالله ان تکون. باز امی خلافت راشده می باشد تا وقتی که الله جل جلاله می خواهد. ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها. باز الله جل جلاله خلافت راشده را می بردارد هر وقتی که خواست. ثم تکون ملکن عادا. آب با عین الف دوات است. بعد از او شاهی می باشه که پادشاه ها به شکل که او را مثل که یک کسی یک چیز را خوب ماکم بگیره، بادندان خود او را بادندان های خود ماکم نگیره. فیکون و ماشاء الله ان یکون. باز ای ملوکیت یا پادشاهی تا وقتی که الله بخواه می باشه. ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها. بازور الله جل جلاله می برداره هر وقتی که بخواه. ثم تکونو
ملکن جبریه، باز پادشاهی جبری می باشن، طاغوتا می باشن، ستمگرا می باشن. فتکون ما شاء الله ان تکون، باز این می باشه به مو شکلی که الله بخواه. ثم یرفعها اذا شاء یرفعها، باز وقتی که الله خواست این طاغوت ها و سرکش ها را هم نابود میکنه. ثم تکون خلافتا على منهاج النبوه، باز خلافت می باشه به منهاج نبوت. ثم سکت، باز میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوت نمود. و این حدیث شریف علما، شیخ ناصرالدین البانی گفته که حدیث صحیح هست، در سلسله صحیحه جلد اول صفحه 8 ذکر کرده در روایت امام احمد، و همچنان این حدیث شریف باز در مشکات المصابیح هم حدیث صحیح گفته. در مشکات المصابیح که امام البانی تحقیق کرده، حدیث 5378 باز گفته که حدیث حسن است. والله اعلم. اینجا چهار واژه تقسیم کرد، حکومت ها. این حال اول نبوت می باشه. دو مرحلهش خلافت راشده هست، چل سال اینجا. ای چل سال ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، علی رضی الله عنه و حسن رضی الله عنه. شش ماهی هم بوده، یعنی شش ماهی ازت را دید را دادان بو خودشت جمع کنید، باز چل سال میشه. بعد از او حکومت شاهی شروع میکنند، این به شکل که شاهیه که مثل دندان خود را محکم گرفته. ما مثلا گفتیم که مثل خلافت، یعنی خلافت های موروثی ارثی می باشه. خلافت اموی ها بود، عباسی ها هست، تا اینکه بالاخره خلافت عثمانی ها در ترکیه می باشه و توسط و انسان ملعون لعنت الله سرش، کمال مصطفی کمال او را آتی ترک میگن، آتی ترک نیست، غدار ترک، توسط مصطفی کمال، نامش مصطفی بود، خودش بچه در جال بود. بعد از این گفت حکومت های طغیانگر بود. اینجا حکومت هایی که بود که به شکل خلافت لکن موروثی. آلت چی مانه؟ به کتندان خود محکم گرفته، پدرش گرفته، باز بچه خود میده، باز بچهش، اگر چی خلافت های نهمنهج شاه اکثر اسلامی و خوب لگه موروثی ساخته است. بعد از او حکومت های طغیانگر میه، پادشاه های ظالم، فرعون های عصر، مثل کاله ما و شما در عصرش بودیم، معمر القذافی در لیبیا، حسین مبارک فرعون مصر، الحمدلله یا سقوط کرد رفتن، بشار الاسد که بچه حافظ الاسد است، قاتل که هر روز به هزاران مسلمان به شهادت میرسد. زین العابدین ابن علی طاغوت در تونس بود، او هم هلاک شد. و در یمن هم علی عبدالله صالح، این طاغوتا، و انشاءالله که از طاغوتای ما چند تایش رفته و این دیگاهش هم دراست که رفته بودید. و آخرین حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که ثم تکونو، بعد از گفت میگه بشه خلافتن، خلافت میگه که به منهج و اسلوب نبوت میباشه. سبحان الله، الله جل جلاله شما را زنده داشته باشه.
که خلافت به منهج نبوت این یه که پس رجوعه. این حدیث شریف. پس سه مرحله سپری شده، فعلا با شما در مرحله چهارمی هستیم، پای ماندیم در مرحله پنجمی و این انقلابایی که فعلا شروع شده در مصر، همه جوانای مسلمان خیستن و دموکراسی دروغی که به نام آزادی بود، این دموکراسی های دروغی را جاهلیت عصر جدید شکست دادن. امریکا و اروپا بالاخره ناکام شدن و فعلا اکثریت که هست که نا میترسن، لیکن ظاهرا خدا پیش میکنن، میخواین که یارم به نام خود بکنن. حسن مبارک در مصر یکی از دوستای بسیار خوب و نزدیک جورج بوش و اوباما بود، اما ای را تایید میکردن، صدام حسین یا صلاح میدادن و تمام طاغوتا را اینا در سر مسلمان ها ساخته بودن و به شکل اکثرا نوکرای خود سر مسلمان ها به زور تحمیل میکنن. در افغانستان با بی 52 حکومت‌های طغیانگر، حکومت‌های ظالم و بی‌دین، حکومت‌هایی که از خدا نمی‌ترسند، به زور بی 52 یک وقت روسا و یک وقت هم ناتو سر ما این حکومت‌ها را تحمیل می‌کنه. به هر صورت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم 14 قرن قبل بر ما و شما بشارت داده که باز این طغیانگرا، این طاغوتا یا سقوط میکنن توسط جوانای مسلمان با دیانت. متاسفانه دیروز یک جوان دمی موتر امروی مشیشته بود، بسیار گریه میکرد، من بسیار متاثر ساخت، گریه میکرد، گفت من نمیخوایم که آروسیم است، داروسیم کار شوه که مخالف امر الله باشه، لیکن مامای ریش سفیدش، کاکای ریش سفیدش، خسر ریش سفیدش، قوم ریش سفیدش، الله پاک ریش سفیدایی که احکام خدا را نمیخواین تطبیق بکنن زود هلاکشان بکنن. شما میفهمین؟ من برای جوان گفتم میفهمی چرا صلیبی ها 200 سال بعد شکست خوردن، کفر شکست میخورن، ناتو شکست میخوره، امریکا شکست میخوره، اینمی اروپایی که امروز به نام ناتو آمدن یا در زمان سلطان صلاح الدین ایوبی به نام تحت عنوان صلیبی ها آمده بودن، چرا 200 سال بعد شکست خوردن؟ علت شکست 200 سال شی بود که امی جیل جنریشن، امی جیل های فاسد، غلام، بیدین، بی ایمان مردار شده رفتن، جیل اول، دوم، سوم، بالاخره جوانای هوشیار با دیانت، عماد الدین زنگی ترکی بود، بچش سلطان نورالدین زنگی ترکی بود و بالاخره خانواده سلطان صلاح الدین ایوبی کردی بودن. اینا صاحب در قبل از سلطان صلاح الدین ایوبی در زمان سلطان نورالدین یک دو خلافت بود، یک خلافت در بغداد بود و یکی خلافت فاطمی ها در مصر بود. در سوریه دیگه اعلان پادشاهی کرده بود، نام خلیفه را در سر منبر می گرفتن، دیگه هیچ گپی نبود، ولی سلطان صلاح الدین ایوبی تانست که مصر حکومت فاطمی ها را آخرین خلیفهش گلمش را جمع بکنه، یک خلافت اسلامی شد، مردم متحد شدن، سوریه، مصر، بغداد، شام، فلسطین، کل شام، فلسطین و سوریه و لبنان که حال ما شما میگیم یه را به نام شام میگفتن سابق، حال سوریه و لبنان و فلسطین اینیا هستن. بالاخره
صلیبی ها شکست خوردن و قدس شریف دوباره آزاد شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما میگه که تکون نبوت فیکم ما شاء الله ان تکون، اول نبوت می باشه، پیغمبر ها می باشن تا وقتی که الله جل جلاله می خواه. بعد از اون ثم تکون خلافتا علی منهاج النبوه، باز این خلافت خلفای راشدین با منهج و اسلوب و طریقی خلفای نبوت این می باشه. بعد از این ثم تکون ملکن عادا، باز پادشاه های میان خلافت اسلامی هست، خلافت اموی ها و عباسی ها و عثمانی ها، لیکن اینا با وجود از اینکه بر اسلام زیاد خدمت کردن لیکن یک مشکل داشتن که مشکلشان خلافت اسلامی را موروثی ساختن، یعنی مثل پادشاهی وار به بچه و به نواسه وی گپای خود. بعد از این ثم تکون ملکن جبریه، باز بعد از او حکومت های میه که به جبر، به ظلم، به استبداد، دموکراسی استبدادگر، خود دموکراسی که میگه، خود دموکراسی یک طاغوت است، حکم طاغوت است، به خاطر از اینکه بر زن اجازه میده که لباس خود از 6 متر به نیم متر بسازن، اما بر دختر مسلمانی که چادر به سر میکنه باز بر از او آزادی نیست. بر کفر آزادی هست لکن بر اسلام آزادی نیست. لکن الحمدلله، ثم الحمدلله، پیش من اینجا گزارش هست، ما برتان باز میخوانم، سعی کنین که چطور سقوط میکنن. بعد از این نبی اکرم صلی الله علیه وسلم میگه ثم تکون خلافتا علی منهاج النبوه، باز خلافت میباشه به منهاج النبوت. اینال گزارشات گوش بگیرین. مجلس امن قومی امریکا آخری گزارش را که به اوباما تقدیم کرده چی گفته؟ صحیح کنین، بشارت. امروز الحمدلله در دنیا اگر یک تعداد از علما غلام خود ساختن به نام عالم، با لنگی سفید، با ریش دراز، با لباس سفید، لیکن کار دشمن اسلام ها میکنن، طاغوت خود جور کردن. اگر یک تعداد دیگه در مسند شیشتن خود فرعون ساختن و میگن که بیاین بر ما سجده بکنین، بیاین بر ما رکوع بکنین، از او فرعون که این فرعون امروزی خطرناکتر است. او فرعون دعوای خدایی میکرد، مردم میفهمید کافر است، لیکن این فرعون که دعوای العیاذ بالله خدایی میکنه، خدا بسیار با تقوا میگیره، خدا بسیار اولاد انسانهای خوب میگیره، اولاد پیغمبر میگیره، لیکن میگه بین بر ما رکوع بکنین، بین بر ما سجده بکنین، بین دوستای ما را ماچ بکنین، بین به نام من عذر بتین، بین مرا قیوم، العیاذ بالله، مرا قیوم بگوین، قیوم زمان بگوین. این فرعون ها هست. به هر صورت زمان امتحان است، یا کلش تیر میشن. اگر یک تعداد از علما برای مبارک مشروعیت میدادن، یک تعدادشان برای قذافی سلامی میزدن، یک تعدادشان آل برای بشار الاسد سلامی میزنن و دروغ در پالوی از وستار هستن، چپنهای دراز درست، لیکن الحمدلله، ثم الحمدلله که امروز انجینیر ما، دکتر ما، ژورنالیست ما، محصل ادبیات ما، محصل ساینس ما، اینال جوانایی که امروز حتی کارگر ما، دکاندار ما، درایور ما، جوانایی هستن که اینا این خبری را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دادن، این جوانای ما این خبر را تصدیقش هستن. اکثرا جوانا هستن که شما ببینین در حلقات درس میشینن، جوانا هستن
اکثرا ببینی که پایین تر از 40 ساله جوان ها هستن که اکثریت دست تشکیل میده. و ریش سفیده که مثل ابو جهل و ابو لهب پشت رواج میگردن. یک بوت که اطراف کعبه را گرفته بود پیغمبر سمو بوت نشکستان، بوت را شکستان که در قلب مردم به نام رواج بود. امروز هم بوت رواج سر بسیاری کسا، زنا را به خاطر رواج مشروعیت میده، دختر خود به خاطر رواج در چاره استاد میکنه و کمره ها و رعکاسی میکنه، بیغیرتی میکنه، ساز و رقص و بیدینی و شراب خوری را به نام رواج مشروعیت میده، اسرافه به نام رواج مشروعیت میده، نان خوردن در خانه متوفا به نام رواج مشروعیت میده، تمام بیدینی ها را به نام رواج مشروعیت میده. لکن جوانای ما امروز، جوانای ما الحمدلله ثم الحمدلله، همی جوانا بودن که طاغوت فرعون مصر دعوت مال کردن، حال در جای افتاده حتی با محکم حاضر شده نمیتونه، میگه من مریض هستم، خدا چهار پلاق انداخته. قذافی را زیر لغتهای خود لغت زده مردارش کردن. و ایدگاهش هم در راه هستن. ایناله هم در جهان اسلام یک تحرک آمده و برعکس از او. تو تصور میکنی علی برادر که اینجا آمده بود، ساد شده با ریش خود، با لباس خود، تو تصور کنی از استرالیا آمده. غرب یک برنامه داشتن که چه قسم جوانای مسلمان به شکل ایمیگریشن اونجا مهاجر بسازن و اینا را کاملا محو بسازن، بیدین بسازن. ولی الحمدلله امروز کسایی که امرای ما ارتباط دارن از استرالیا، از فرانسه، از آلمان، از امریکا، ده هر هفته به صدها هزارها تلفن است که بسیاری وقتا هم از دسته که خسته میشم تلفن خدا گل میکنم، بسیاری اوقات برای ما تلفن های رنگارنگ میه و در الفاظشان بغیر از محبت دین، تطبیق دین، نشر دین، دعوت به دین، خدا، فامیل خدا. از کانادا یک خانم زنگ میزنه که من میخوام 24 ساعت با اسلام باشم، با دین باشم، خدمت دین بکنم، شوهرش میخواد. از استرالیا به هزارها جوانای هستن که علاقمند دین هستن و هر درس دینی که باشه او رو پیدا بکنن، خانه به خانه کاپی میکنن و الحمدلله اونجا ریش سفید و جوانش. ولی متاسفانه اشتباهی بسیار بزرگی که در لندن است، اشتباهی بسیار بزرگی که در استرالیا هست، اونجا یک تعداد انسانای هستن که باز حمایت قرآن قبول ندارن که این اکرمکم عند الله اتقاکم، قوم پرستی که من پشتون هستم، من تاجیک هستم، حتی در خانه خدا به این خاطر، به خاطر از اینکه هنوز هم ایمان در قلبی از اونا داخل نشده. کسایی هستن که بیدین هستن، در صف مسجد میه لیکن مؤمن نیست. در صف مسجد منافقین هم در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم میامدن، منافقین بودن که میامدن کلمه میخوادن پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم، لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله خبر میداد کی منافق است، عبی بن سلول. امروز کسایی هستن و این کار منافق میکنن، هر کسی که هست. متاسفانه یک مشکل ما داریم که در اونجا جوانا اکثرا در این کشورها توجهشان به دین هست و یک تعداد از کسای سن پختهی هستن متاسفانه که به نام قومی علی، حتی سر امام خود که امام ولا پختون نده. ده خدای زوابت سور که ایچه الله و این اکرمکم عند الله اتقاکم، او تو ایچه پختونکم، اتقاکم قبول نداره. و فارسیوان شیواز این اکرمکم عند الله اتقاکم، در زبان قبول نداری و میگی فارسیوان باشه، امام پشتون باشه، امام تاجک باشه، تو که بزد پیغمبر هستی. اگر تو در عصر پیغمبر میبودی اطمان استاد میشدی، میفتی چرا بلال حبشی رو پیغمبر سر بام کعبه بالا کرده، چرا یک پشتون بالا نکرده، چرا یک تاجک بالا نکرده، چرا یک عرب بالا نکرده؟ همون وقت هم برای پیغمبر کافر میشدی و بیدین میشدی. پیغمبر آمد برای مردم فهماند که من سیاه پوست به خاطر ازی بالا میکنم که در دین اسلام ان الله لا ينظر الى صوركم، الله به طرف چهره هایتان سیل نمیکنه.
به طرف جسمتان سل نمیکنه، ولیکن الى قلوبکم، به دلهای شما نظر میکنه، و الى اعمالکم. ما بیرون را ننگریم و قال را، الله بیرون سل نمیکنه که تو مقبول هستی یا بدقواره هستی یا وزن زیاد داری یا خوب سپورتمن هستی. ما بیرون را ننگریم و قال را، ما چیری کس را سل نمیکنیم که ابو لهب چیری بسیار مقبول داشت، کوماش سرخ سرخ میزد، از او خاطر را میفتن پدر آتش، سیسلان نارن، قوم پیغمبر بود، کاکای پیغمبر بود، عرب بود، قریش بود، در پالوی خانه کعبه خانش بود، در پالوی خانه کعبه تولد شده بود، لیکن با وجود از این سه اصلا نار، اما برعکس از او بلال حبشی، سیاپوست، عرب نی، از کدام جای از حبشه، غلام، برده، هیچ این تخلص های قلابیه که بسیاری مردم ها را بازی دادن، هیچ چیزی تخلص ها را نداشت حضرت بلال رضی الله تعالی عنه، لیکن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم برش میفت که یا بلال، وقتی که من در جنت رفتم، هر جای صدای تک تک پای محمد پرسان میکردم که صدای پای کیست، میگفتن صدای پای بلال است. این مقام منزلت بر ازو داد. تو قبول نداری گپ پیغمبر که قوم پرستی نکن؟ تو قوم پرست در لندن هم قوم پرستی میکنی، در استرالیا هم، به خاطر تو قوم پرست حتی کافر اسلام فراموش میکنه، خوشش نمیاد. تو نه تنها خودت بیدین هستی، بگذار که چهار نفر دیگه دیندار باشن. در کل مسجد ها مردم روز به روز اصلاح شده میره، لکن در مسجد افغان ها در اینجا باز هم اختلافات سر ازی است که تو پشتون هستی و تو تاجک هستی، و کسانی که سر ازی مسائل زیاد اختلاف میکنن بفهمن که با آیت قرآن کافر شدن که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما به نزد الله با تقوایتان است. وقتی که تقوا داشتی، پشتون بود، تاجک بود، ازبک بود، عرب بود، عجم بود، سیاپوست بود، سفید پوست بود، گر در یمنی، چوبا منی، پیش منی، ور پیش منی، تو بی منی در یمنی، در هر ملک دنیا که باشه، الحمدلله رب العالمین. تو به رب العالمین ایمان نداری؟ الله رب همه کس است. به هر صورت الحمدلله ای کسانی که هست میمرن مثل زمان صلیبی ها، بالاخره ای جیل ها از بین میره، جیل های قوم پرست، جیل هایی که بیدین هستن، ایمان در قلبشان داخل نشده، هنوز هم ضد قرآن عمل میکنن، ولی الحمدلله جوانای ما، همین جوانا طاغوتا را شکست دادن و شکست دادن میرن. از این خاطر شما سعی کنین مجلس امن قومی امریکایی گزارش را تقدیم کرده برای اوباما. برش چی میگن در این گزارش؟ میگن در سال 2025 میلادی مسلمان ها خلافت اسلامی را اعلان میکنن. الله اکبر. اونا عادی گپ نمیزن، به اساس گزارشی که دارن تا 2025 گپ پیغمبر صلی الله علیه و سلم امریکایی ها تایید میکنن. در 2020 معاون رئیس مجلس نمایندگان روسیه یک کتاب نوشته کرده که به نام جنگ تمدن ها، Civilization War، جنگ تمدن ها، در کتاب خودش نوشته کرده، میگه در 2020 ما شاهد قیام یک تمدن جهانی خواهد بودیم، International Civilization. میگه ما تا 2020 در 2020 International Civilization، یک تمدن جهانی شاهد ازی خواهد بودیم که از چین در شرق تا محیط اتلانتیک در غرب این خلافت اسلامی بزرگی ازی خواهد بود. و باز گفته که این تمدن جهانی نامش چی خواهد بود؟ خلافت اسلامی. گزارش دیگه هست، این گزارش هم یک امریکایی تهیه کرده. در این گزارش خود این امریکایی حکومت امریکا را ترسانده و حکومت‌های اروپایی را ترسانده، بر از اینا میگه که
کشورهای اروپایی و امریکایی به کشورهای اسلامی مبدل میشن. حالا شما سعی کنین In order for a culture to maintain itself for more than 25 years, there must be a fertility rate of 2.11 children per family. With anything less, the culture will decline. Historically, no culture has ever reversed a 1.9 fertility rate. A rate of 1.3, impossible to reverse. اینجا گفت که به خاطر از اینکه یک تمدن بتانه 25 سال زنده بانه، اگر میگه که یک تمدن برای چند سال زنده بانه؟ 25 سال. باید تعداد چی برشان بگیم، مثلا تعداد نفوسش و چقدر باشه؟ 2.11 In order for a culture to maintain itself for more than 25 years, there must be a fertility rate of 2.11 children per family. With anything less, the culture will decline. Historically, no culture has ever reversed a 1.9 fertility rate. خب، میگه قانون چی هست؟ قانونی است که اگر یک تمدن میخواه که زنده مانه باید چند باید باشه؟ 2.11 همون پاپولیشن یا نفوس از اینا. اگر 1.9 بود میگه، اگر 1.9 رسید باز میگه این مستحیل است که این تمدن یا این کشور یا مردم از این باقی بانن، از بین میره. همون تو رسید؟ خلاص دیگه از بین میره. انال یک چی داد؟ فرموله برای ما داد. این فرمول چه قسم است که؟ 2.11 نرمال است و اگر 1.9 شد در 25 سال گلمش چی میشه؟ خلاص میشه. سیزنه؟ انال ای این گپه بر موضوع ما خوب همین فرموله یاد بگید. همین تخترت باک بچه شد 2.11 این آلت چی است؟ نرمال است و 1.9 سقوط است. صحیح نه؟ بر اساس این فرمولی که این علمای متخصص در اروپا و امریکا کردن، آلت میگه سعی کنیم که سقوط امریکا و اروپا را ثابت کنیم. Because it would take 80 to 100 years to correct itself, and there is no economic model that can sustain a culture during that time. میگه در صورتی که یک تمدن 1.9 برسه، باز میگه ای از 80 تا 100 سال ضرورت داره تا که خود دوباره نرمال بسازه. چند سال؟ 80 الى 100 سال ضرورت داره تا که خود correct itself. And there is no economic model that can sustain a culture during that time. از این خاطر میگه هیچ سیستم اقتصادی نمیتونه که 80 الى 100 سال در گدودی خود حفظ بکنه. پس وقتی که سیستم نفوس گدود شد، سیستم اقتصادی هم چی میشه؟ گدوت میشه و نرمال تا کوره پس نرمال بساده 80 الی 100 سال کار داره و از این خاطر سیستم اقتصادیش سقوط میکنه و وقتی که سیستم اقتصادیش سقوط کرد این تمدن سیویلایزیشن ویل دای چی میشه؟ از بین میره. In other words, if two sets of parents each have one child, there are half as many children as parents. If those children have one child, then there are one-fourth as many grandchildren as grandparents. خب، این حال فرمول دیگه. خب اینه، اینه فکر دار بگید. اینه خب یاداش پشتان داشته باشیم. سکن فرمول دیگه. در این فرمول چی میگه؟ میگه مثلا، یک خانم هست؟ باز باش میگه این خانم هست؟ این هم شوهرش
این آنسه مگه خوبی دقیق متوجه باشید؟ این خانم شوهر اگر یک دفعه به دنیا بیاره و این خانم شوهر هم یک دفعه به دنیا بیاره، پس از چهار نفر چند نفر مان؟ این یک بچه دختر هم بیام یک بچه باز، این بچه هم این دختر با هم ازدواج کرد، از دوی از یه باز چند طفل آوردن؟ سکر نفوس کم شده میره نمیره؟ این حال در غرب که هست مردم روزانه مردم غرب چی میکنن؟ قانونشان هست باید چی بیاره به دنیا؟ یک کتر به دنیا بیاره، او خوشبختاش او بدبختاش که باز به هم جنس ازدواج میکنه و من این که نگاه میکنه نمیره و سگ و پشک نگاه میکنه. خب این حال این میگه وقتی که تعداد نفوس صحیح شده؟ وقتی بگی کم شده میره یا کم شده نمیره؟ اینال میگه وقتی که تعداد نفوس به این قسم کم شده رفت، اگر در 2006 میگه اینال وقتی که ما بین 2006 تا 2026 یا بین 2006 تا 2026 میگه وقتی که ما سنجیده تعداد نفوس به میلیون ها میلیون چی بشن؟ کم شده میره. از این خاطر میگه اروپا و امریکا روز به روز چی شده میره؟ کم شده میره. It's hard to have 2 million adults enter the workforce in 2026. As the population shrinks, so does the culture. وقتی که چند میلیون نفوس در یک کشور سطحش پایین برن، باز زندگی یک تمدن نیور در انگلیسی چی رو میگن؟ هیچ گاهی دیگه او بگه زندگی کردن نمیتونه، هرگز زندگی کردن نمیتونه. خب عالمه تختر شما پاک کنین، نوشتار شما بکنین، من بهتون گفتم میرم. بله میگه این حال اما معدل را پیش شما حفظ کرده نه؟ چند بود؟ 2.11 نرمال بود؟ امی 2.11 شما خوب در ذهنتان بگذارین، آل کشورهای اروپایی را گزارش دادم. میگه که در سال 2007 زیادت طبیعی در فرانسه 1.8، در فرانسه در سال 2007 حالت طبیعی اما نفوسشان چند بوده؟ 1.8. چقدر کم بود داره؟ از 1.9 کده چی شده؟ پس گلمک فرانسه جمع است. سیز؟ انگلند 1.6، گریس 1.3. خب انگلند 1.6، 1.6 این انگلستان است. گلمک ازیام چم است؟ همین سال 2007 که گزارش ها را گرفتن، فرانسه 1.8، انگلند 1.6، گریس یا یونان 1.3، جرمنی یا آلمان 1.3، ایتالیا 1.2، اسپانیا 1.1. خب فرانسه 1.8، انگلند 1.6، گریس یا یونان 1.3، جرمنی 1.3، ایتالیا 1.2، اسپاین یا اسپانیا 1.1. Across the entire European Union of 31 countries, the fertility is a mere 1.38. خب معدل زیادت طبیعی نفوس در کل اروپا، حالا در 31 کشور اروپایی حالا گزارش میده، تمام کشورهای اروپایی 1.38 است. چند است؟ کل اروپا 36. European سایکل اینجا European Union 31 countries. The fertility is a mere 1.38. متوجه شدین؟
پس اینال کل 31 کشور اروپایی را کلش گرفتن چند شده؟ 1.38 نرمال کل اروپا شد. پس اینال اگر زنده میماندن چند باید میبودن؟ 2.11. پس یا رسیدن 1.38. Historical research tells us these numbers are impossible. میگه تحقیقات علمی برادر عزیز، یک حساب ما و شماست که تو چوتنداز است نه؟ صحیح نه؟ یکی تحقیقات علمی که اونا میکنن مرکزهای بسیار قوی، میگه که مرکزهای قوی تحقیقاتی میگه که برعکس ساختن یه عدد در 10 سال، 15 سال، 20 سال بعد غیر ممکن است، غیر ممکن است، وضعیت غیر نرمال است. In a matter of years, Europe as we know it will cease to exist. چی گفته؟ گفت اروپایی را که امروز ما میشناسیم زود است که از نقشه جهان محو شد. صبر کنین، ما مسلمان ها نمیمانیم، ما میریم کچکشی خود ما. اینجا افغانستان قبر امریکایی ها جور میکنیم، بعض خرابه است، خود ما کل ما کوچ میکنیم میریم اموجه بخیر. Yet the population of Europe is not declining. Why? خب لیکن میگه با وجود امی قدر که معادله نفوس از یا پایین آمده، لیکن population یعنی مردم کم نشده. این میگه چی پس؟ گزارشات نشان میده که در اروپا چی شده تعداد؟ اما مردمی که در اروپا زندگی میکنن میگه کم نشدن. میگه وای لماذا؟ وای اسلامیک امیگریشن یعنی مهاجرین، مهاجرت اسلامی. یعنی هر قدر که اروپایی کم شده میره جایش کی میگیره؟ مسلمان ها میگیره. Of all population growth in Europe since 1990, 90% has been Islamic immigration. به اساس گزارشاتی که در سال 1990 ارائه شده، 90% از مهاجرت ها، مهاجرینی که در اروپا رفتن مسلمان هاست. 10%ش اون دو سک و زیر دار گریختگی و آق پدر و مادر این مردم ها سیز نه؟ 90%ش الحمدلله مسلمان ها هستن. France, 1.8 children per family. Muslims, 8.1. In southern France, میگه در زیادت طبیعی اطفال در فرانسه 1.8 است. یعنی 1.8 طفل یعنی معدل نرمالش است که میایه. از جمله از 1.8 اینا رو میگه 8.1ش مسلمان ها هستن. از 1% بگی، یعنی اگر یک ده حساب کنی 8 چی شد؟ مسلمان شد. 8.1ش مسلمان هستن. فهمیدین مطلبه؟ خب این در فرانسه. Most populated church regions in the world, there are now more mosques than churches. میگه جنوب فرانسه که یکی از مناطق بسیار پرنفوس فرانسه هست، عالم میگه الحمدلله تعداد مسجد ها از کلیسه ها کده زیاده تر است. بلند بگین الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. 30% of children ages 20 and younger are Islamic. میگه در بین اطفال، جوانا و نوجوانایی که سنشان از 20 پایین است، 30%شان مسلمان ها هستند در فرانسه. In the larger cities such as Nice, Marseille and Paris, that number has grown to 45%. در شهرهای بزرگ فرانسه که یکی نیس است، یکی مارسی و دیگه شام پاریس است، میگه در اینجا تعداد مسلمان ها 45% رسیده. 45% مسلمان ها هست. اتر است نی؟ و خود سال یک دان چوچک اک پیدا میکنن نی؟ مسلمان ها یک دفعه بیتول یا هر مسلمان ها بینی 11 تا و یکی بینی 12 تا
یک نفر میگه بیکار بود، گفت چی کار میکنی؟ گفت بیکار هستم. چند تا اولاد داری؟ گفت 11 تا. خب گفتم میام یک کار هست دیگه اونه. By 2027, one in five Frenchmen will be Muslim. میگه در سال 2027 از هر پنج فرانسوی یکیش مسلمان خواهد بود. In just 39 years, France will be an Islamic republic. فقط میگه 39 سال صبر کنید. الله ما شما را زنده داشته باشه. اگر شهید میسازی ما را خیر است، بزید امریکایا. اما قسمی در موتر را نکشی ما را زنده داشته باشه کمی. بیرق اسلام خود در فرانسا هم یک چند مادم فرانسا هم خود ملایی کنیم. میاخیل سب استاد چیز مقرر میکنیم سیرت در پاریس. In the last 30 years, the Muslim population of Great Britain rose from 82,000 to 2.5 million, a 30-fold increase. There are over 1,000 mosques, many of them former churches. In the Netherlands, 50% of all newborns are Muslim. And in only 15 years, half of the population of the Netherlands. گفته که تعداد مسلمان ها در انگلستان 82,000 بودن، 82,000 بودن، و در 2007 به خیلی گزارش است گفته که تعداد مسلمان ها به 2.5 میلیون مسلمان رسیدن. یعنی 30% از سابق کرده تعداد مسلمان ها زیاد شدن. و فعلا یک گزارش دیگه هست در بین قوسین میگه فعلا در فرانسه 1,000 مسجد است و این مساجد میگه اکثریت از اینا کلیسا بودن که کشیشا مفلس شدن، مسجد ها را سودا کردن، او که در رفتن مسلمان ها خریداری کردن و ایده مسجد جور کردن. There are over 1,000 mosques, many of them former churches. In the Netherlands, 50% of all newborns are Muslim. در هلند 50% از اطفال که نو تولد میشه، 50% از اطفال که نو تولد میشه در هلند مسلمان هستند، از خانواده های مسلمان است. And in only 15 years, half of the population of the Netherlands will be Muslim. میگه فقط در 15 سال ما وقت داریم که نصف نفوس هلند مسلمان شوند. وقتی که نصف نفوس مسلمان شدن در یک انتخابات. In Russia, there are over 23 million Muslims. That's one out of five Russians. میگه فعلا در روسیه 23 میلیون مسلمان است. در روسیه فعلا 23 مسلمان است. یعنی در هر پنج روسی یکیش مسلمان است. 40% of the entire Russian army will be Islamic in just a few short years. ای گزارشگر میگه روس ها بترسین که چند سال بعد بیشتر از 40% اساکر در اساکر روس مسلمان خواهد بود. فقط چند سال کم. 25% of the population and 50% of all newborns. در بلژیک فعلا 25% مسلمان ها هستند و تعداد اطفال که نو تولد میشن 50% از اطفال نوزاد از اولادهای مسلمان ها هستند در بلژیک. And 50% of all newborns are Muslim. The government of Belgium has stated 1/3 of all European children will be born to Muslim families. حکومت بلژیک سعی کنین اعتراف کرده در یکی از تصریحاتی که حکومت بلژیک داده، اینا میگن که در بین 3 طفل اروپایی یکیش مسلمان هست. گفت در 3 طفل اروپایی تا سال 2025 یکی از اونا مسلمان خواهد بود. 2025 فقط میگه 17 سال وقت داریم. The German government, the first to talk about this publicly, recently released a statement saying the fall in the German population can no longer be stopped. حکومت آلمان گزارش داده که
بسیار مشکل است که نقص نفوس آلمان ما دوباره نرمال بسازیم. این نقصان گفته آل تحت اداری ما نیست، از اداره خارج شده و نقصان نفوس آلمان روز به روز زیادتر شده. حکومت آلمان میگه که آلمان در سال 2050 به یک کشور اسلامی مبدل خواهد شد. آل فعلا 52 میلیون مسلمان در اروپا زندگی میکنند. The German government said that number is expected to double in the next 20 years to 104. حکومت آلمان گفته که امی تعداد دو چند میشه 20 سال بعد، فقط یعنی 20 سال بعد 104 میلیون مسلمان در اروپا زندگی خواهند کرد. The German government said that number is expected to double in the حکومت آلمان گزارش داده که در اروپا. خب نوبت میرسه اروپا، خو گلم جمع شد نه؟ اینال نوبت میرسه به امریکا. The numbers tell a similar story. Right now, Canada's fertility rate is 1.6. فعلا نفوس طبیعی، تعداد زیادت نفوس طبیعی متوسط نرمال 1.6 است در کانادا. و ما گفته بودیم که اگه بخواد خود حفظ بکنه چند برسه؟ و در کانادا 1.6 است. خب هم یک برادر ما یاد من نره، مدیر صاحب عزیز از استرالیا گفته، یک خواهر دیگه ما از سمنگان زنگ زده بود صبح که داماد عروس میخواین عروسی اسلامی کنن، دعا کنین که با پدر و مادرشان و یارا توفیق بده که برش اجازه بدن که عروسی اسلامی بکنن. و یکی از دعا هستن، الله جل جلاله اول خود ما را ببخشه، الله جل جلاله دعای ما را قبول بکنه، خود ما را در جمله صالحین حشر بکنه، چرا اگه خود ما صالح نباشیم باز دعای خود ما به کس دیگه قبول نمیشه. و هر دوستی که هر مشکلی در هر جای دارن، الله جل جلاله مشکلشان را حل بکنه. خب اینال گفته کانادا زیادت طبیعی نفوس 1.6 بود و نرمالش باید 2. میگه فعلا اسلام دین بسیار، دین است که بسیار تیز و بسیار قوی در این مناطق انتشار پیدا میکنه. Between 2001 and 2006, Canada's population increased by 1.6 million. 1.2 of them. از 2001 تا 2006 1.6 میلیون نسما. میگه کلش چی است؟ هجرت است. Current fertility rate of American citizens is 1.6. فعلا معدل که امریکا کست در امریکا هم میگه معدل طبیعیشان به چند رسیده؟ 1.6. With the influx of the Latino nations, the rate increases to 2.11, the bare minimum required to sustain a culture. میگه این بسیار امو اندازه پایین است که یک تمدن خود حفظ کرده بتانه، یعنی امریکایی را اخطار میده که شما رو به نابودی هستین. In 1970, there were 100,000 Muslims in America. میگه در سال 1970 تقریبا 100,000 مسلمان، یعنی 100,000 مسلمان در امریکا بود در سال 1970. Today, there are over 9 million. The world. ولی امروز که ای 2008 نوشته کردن، در 2008 تعداد مسلمان ها میگه در امریکا 9 میلیون، به 9 میلیون رسیده. یعنی سعی کنیم 1970 100 هزار، 1 لک، 2008 چند لک؟ چند لک؟ 9 میلیون چند لک میشه؟ 90 لک. سبحان الله. ارگانیزیشنز بین 25
سازمان اسلامی در شیکاگو میگه دایر شد. The transcripts of that meeting showed in detail their plans to evangelize America. اینا گفتن که ما میخواهیم آمریکا را تغییر بدیم. Politics, education and more. میگه ما میخواهیم از سه طریق آمریکا را تغییر بدیم. E25 سازمان اسلامی فیصله کردن که ما و شما باید آمریکا را به یک آمریکای مسلمان از سه طریق politics, سیاست, education تعلیم و تربیت و صحافه journalism. They said we must prepare ourselves for the reality that in 30 years there will be 50 million Muslims. گفت که مسلمان‌ها باید خدا آماده بسازن که در 30 سال بعد 50 میلیون مسلمان در آمریکا زندگی خواهد کردن و ما باید برای از اینا آمادگی داشته باشیم. Living in America. The world that we live in is not the world in which our children and grandchildren will live. این گزارشگر گریان میکنه، میگه دنیایی که امروز ما داریم نواسای ما نخواهد داشت. The Catholic Church recently reported that Islam has just surpassed their membership numbers. کلیسای کاتولیک گفته که یکی از تصریحاتشی است که تعداد مسلمانان از اندازه بسیار زیاد شده در امریکا. Some studies show that at Islam's current rate of growth in 5 to 7 years it will be the dominant religion of the world. As believers, میگه اگر اسلام به می شکل که فعلا در امریکا انتشار پیدا میکنه 5 الی 7 سال بعد حکومت در امریکا مسلمان ها خواهد گرفتن. الله جل جلاله بر مسلمان های امریکا توفیق بدن که بیرق اسلام در سر قصر سفید بلند بکنه، با سبز رنگش کنن. We call upon you to join the effort to share the gospel message with the changing world. This is a call to action. حال میگه وقت ازی است که باید ما شما اکت بکنیم. سایت اینترنتی که کلیپ شما ده او میتونین استفاده بکنین، Q کلان است، باز اش است، ALO.com. اون سر تخته بهتان نشته میکنه Q-ALO.com. انشاءالله تعالی وقتی که اینا به طرف اسلام برن، امیدوار هستیم که خلافت اسلامی جهانی که تمام قارای جهان در بر بگیره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. الحمد لله علی دین الاسلام، الاسلام حق و الکفر باطل. الحمد لله الذی جعلنا من امت محمد صلی الله علیه و سلم. الهی پروردگارا ما را هم توفیق بده و ما را هم پروردگارا در جمله مسلمان های قرار بده که خدمتگار دین باشیم، چپراسی های دین باشیم، برای دین خدمت بکنیم و ما را توفیق بده که بیرق اسلام در تمام دنیا بلند بکنیم. الهی پروردگارا آخرین کلمه که از زبان ما خارج میشه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بلند شویم. به افتخار امی نشر اسلام در اروپا و امریکا یک ده مرتبه بلند بگوین الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت